چسبی نداره داشت. من خودم بازی اون خون برم برای چسبی نمیزنیم به گوشن اینجا همه اون هستی پشتم بزه دیوار. همراهان تلویزیون کانال جدید سلام، من رضا سرلک هستم و همراه همکارم حامد جمالی برنامه دیگری از سری برنامه‌های نبه اعدام رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. در برنامه این هفته نبه اعدام به دو موضوع می‌پردازیم: آخرین وضعیت هوشمند علیپور در زندان جمهوری اسلامی و همچنین صدور احکام غیر انسانی و ظالمانه برای برادران افکاری. با ما همراه باشید. همینطور که مطرح شد، در مورد دو موضوع امروز میخواییم صحبت بکنیم: وضعیت هوشمند علیپور و احکام ناعادلانه‌ای که صادر شد برای برادران افکاری. اما قبل از اینکه به سراغ مهمانان برنامه بریم، هجار علیپور و حسن صالحی، یک کلیپی هستش، ویدیو کلیپی هستش از پدر هوشمند علیپور که اون رو مشاهده کنید. ام كاتب باش مصطفى علي پور مبابي هوشمند علي پور او عكتي هوشمند علي پور او هوشمند كرمنا كي اصلا زنداني شنيعو كمي ادائم بصدا صفاوا دو سال بيش ليسا لقال رفقي كبني معمل وصاق هذا دلالان ادارة اطلاعاتي الجمهوري الاسلامي لبين جادة ساقض بانا بديل جيران وحكمي اعدام بصر هوشمند دا صفاوا بيش سال شحكمي حكمي ابو محمدي دانا ومحمد خوش بسانه ساعه حكم كي توابو آزاد و جور مكان هر يقوى يعني جور مهدو كان يقوى بلا مداخل و هوشمد حكم كي عدامة و اما جيقاي برشتير و جيقاي سعالة بو حكمك اوانا عادلاني هرسي هوشمد قطويتي هم حموان بزور بيقردوا بزوريان بيقردوا اعترافاتي بزوريان بيقردوا و داول لو کفانه دکن که جوان لدنگی امه بدنگی امه بین امه بتنینیل پشتیبانی امه بداول همو حزبکانی کردستان ایران و حزبکانی کردستان عراقی کن که انتظاری که یک زد ورمان هبو اوانه بدنگی امه بین بلا بداخل بیدنگی هم رجعتی هوا دارم که بیدنگی هم نبجن وزور سپاسی او کسانی کن که تایسا که با پشتیبانی امه بنو و هاوکاری امه بنو پشتی امه گرفت و کمپینی نزاتی هوشمند هاتون میدانو و دنگ خواه ها بری و امش به دنگ دانانیشون دنگ خواه من بحبو دنیا را دگینین هیوادارم که به تفاوت نبن زور سپاسان لکم که به دنگی امو بین نبو اعدام هوشمند و نبو اعدام هیچ کسی. من سلام میکنم خدمت میهمانان این برنامه، هوشمند علیپور و همچنین حسن صالحی. خواهش میکنم حسن صالحی. متشکرم هجار علیپور. هجار علیپور، ویدیو کلیپی رو که دیدیم صحبت‌های پدر شما بود، لطفاً در مورد این ویدیو کلیپ توضیح بدید و به طور کل و به صورت مختصر درباره آخرین وضعیت هوشمند. یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و همچنین حسن صالحی عزیز. این ویدیو کلیپ در واقع طرف پدرمون بود، رو به افکار عموم که در ارتباط با حکم شنیع و ضد انسانی اعدام هوشمند در این ویدیو کلیپ اشاره دارد بر اینکه روی هوشمند در مدت زمان بازداشت که 3.5 ماه تقریبا 106 روز بدون حضور وکیل و تماس با خارج و عدم حضور وکیل و ملاقات با اعضای خانواده در بازداشتگاه اداره اطلاعات مورد شدیدترین شکنجه ها قرار گرفته، هوشمند را وادار به اعتراف حاله خودش کرده، در واقع کاری که عملا او در انجام آن دست نداشته و مرتکب هیچ گونه جرم یا جنایتی نشده است، اما با دست بردن به سناریوی مستند و فیلم اعترافات اجباری هوشمند
در واقع خاصا زمینه حکم اعدام هوشمند را فراهم کنند. از مردم دنیا، از احزاب کردستانی در اقلیم کردستان و کل مردم آزادی خواهان در سراسر ایران و کردستان و جهان انتظار دارد که کمپین هوشمند و در کنار خانواده ما و در کارزار نزات هوشمند شرکت کنند، عملا و در احتراز به حکم جنایتکارانه و حکمی که ظالمانه و مغرضانه از سوی مقامات دولتی جمهوری اسلامی برای هوشمند صادر شده و این حکم یعنی در انتخاب با خانواده و فعالیت سیاسی خانواده صادر شده و هوشمند کاملا بیگونه است. به یاری ما بشتا بی در کنار ما که هوشمند را از سنگال اعدام و حکم زیر حکم اعدام نجات دهیم. و همچنین در حال حاضر هوشمند در زندان مرکزی شهر سنندج است، الان 2 سال و تقریبا دو ماه از زمان بازداشتش گذشت در نزدیکی شهر بانه مرداد 97 به همراه یه دوستش دستگیر شدن. هوشمند در دوران شکنجه و محاکمه که صورت گرفته در همه این مراحل بدون حضور وکیل بوده، در احترازی که وکیلش ثبت کرده و همچنین در مراحل بازپرسی در ابتدا در شهر ساقیه صورت گرفت، در آنجا عدم صلاحیت رسیدگی به پرونده هوشمند از جانب دادرسی شعبه سوم شهر ساقیه اعلام شد و به این موضوع هوشمند و پرونده هوشمند را روانه شهر سنندج کردند. در سنندج در شعبه دوم دادسرای عمومی شهر سنندج و همچنین در دادگاه انقلاب این شهر و بدون حضور وکیل، نه وکیل تسخیری که از خود دادگستری استان کردستان توسط قوه قضاییه درخواست شده و همچنین وکیل تعیینی در از این مراحل حضور نداشته. هوشمند را در ساقیه نتوانستند با توجه به همان احترافاتی که ازش گرفته بودن یک بار به اعدام محکوم کنند، لذا هوشمند را به شهر سنندج انتقال دادند تا در آنجا با یک پرونده جدیدی برای او باز کنند که در واقع اشاره داره در اینکه هوشمند در یک اعتراف ویدیویی که از زیر شکنجه گرفته بودن در یک عملیات دیگری در شهر سردشت شرکت داشته، در نه در شهر ساقیه که اتهام اصلیش رو پرونده در اونجا در بانه دستگیر شده، اما به شهر سنندج شهر ساقیه رابط دادن. هیچ در هیچ یک از این مراحل در هیچ یک از این عملیات در واقع اگه اتفاقی افتاده باشه هیچ شاهد مدرک سندی وجود نداره و تنها همین اعترافاتی هست که از هوشمند و دوستش گرفتن و علیه هوشمند استفاده کردن. در دو اردیبهشت محمد استاد قادر که دوست هوشمند بود از زندان آزاد شد، اما هوشمند که ماکان زیر حکم اعدام در همین زندان مرکزی سنندج قرار دارد. لذا خواست خانواده پدر و همه ما این بود و این هست تا به هر شکلی به این شکل ممکن به این حکم اعتراض کنن، به میدان بیاین و در کارزارها و طوفانهای توییتری همانطور که دیدیم شاهد بودیم میلیون ها نفر در سراسر دنیا علیه احکام اعدام این سه جوان و بعد همین الان نوید افکاری و معدین ابراهیمی و چندین زندانی که به اعدام محکوم شدند طوفان به با کنند و نگذاریم و مانع از اجرای احکام ظالمانه اعدام هوشمند و همه زندانیان محکوم به اعدام در ایران باشیم. بله ممنونم هاجر علیپور. به حسن صالحی میریم. حسن صالحی من دوباره سلام میکنم و به عنوان شروع همینطور که شنیدید در مورد اعترافات اجباری صحبت شد و اتفاقی که مدام داره تکرار میشه در جمهوری اسلامی و احکام اعدامی که میاد. در همین اواخر حکم اعدام نوید افکاری اتفاق افتاد صادر شد و احکام زندان‌های طویل المدتی که برای برادران نوید صادر شد. در این مورد صحبت بکنید و اینکه وضعیت رو به چه شکل می‌بینید و دلیل این احکام و این اعترافات اجباری چیه؟ خیلی هم ممنون. منم خدمت شما بینندگان عزیز همینطور هجار عزیز سلام دارم. ببینید من فکر می‌کنم خیلی الان دیگه با کیس برادران افکاری آشنایی هستم و دلیل دستگیریشون حالا من به طور مختصر میگم و وجه تشابه زیادی هم با کیس یه تشابه داره با کیس هجار علیپور که به اونم اشاره میکنم. ببینید این سه برادر در ارتباط با اعتراضات مرداد 1397 علیه گرانی و فقر و نداری دستگیر شدن که خب اعتراضات
در شهرهای مختلف بودن. اینا در شیراز دستگیر شدن در شهریور 1397. وحید و نوید دستگیر شدن و پدرشون و دامادشون، و 3 ماه بعدش حبیب برادر سوم اینها هم دستگیر شد و 2 سال اینا رو حسابی زیر شکنجه قرار دادن، از اعتراض کردن، ازشون اعترافات اجباری گرفتن، حتی مجبور کردن که علیه هم دیگه بخواستن حرف بزنن. اینطوری هدفشون بود و طوری بود که وحید به خاطر اینکه علیه برادرش صحبت نکنه خب 2 مرتبه دست به خودکشی زد در زندان، که به نحو معجزه آسای نجات پیدا کرد. ولی خب اینا دشخیمیشون و جنایتشون ادامه دادن جمهوری اسلامی و از اینها اعترافاتی گرفتن که میدونید که اخیرا هم پخش شد، به اعترافات برمیگردن. ولی به هر حال احکام سنگین دادن و 2 مرتبه حکم اعدام برای نوید دادن، یکیش به عنوان محاربه بود و یکیش به عنوان قتل کسی که میگفتن کارمند آب یک مؤسسه آب، ولی خودشون تو روزنامه‌هاشون نمیشدن یک مأمور امنیت اطلاعاتی بوده که به قتل رسیده. به هر حال تنها شاهدی که هست برای انجام این قتل اون اعترافات اجباری اینا، هیچ شهادت دیگه هم نیست، هیچ سند دیگه هم نیست. و در اولین فرصتی که به هر حال دیدن که نوید و برادرش که اینا برحال این 2 سال زیر شکنجه و به جایی نمیرسه و حکم اعدام براشون صادر کرد، دیوان عالی برای این نوید صادر کرد و احکام زندان 54 سال و 27 سال برای وحید و حبیب صادر کرد، بالاخره این خانواده اومد و این کیس علنی کردن و حرف زدن از بلاهایی که سر اینا تو زندان آوردن و از جهانی هم کمک خواستن. مادرش ویدئو داد، خود نوید داد، وحید داد، ویدئوهای پیام های صوتی از زندان دادن و استمداد کمک طلبیدن از مردم ایران و مردم جهان. و حقیقت همینه که الان جمهوری اسلامی خب میخواد بکشه نوید و بخواد اینکه میخواد انتقام بگیره، بدون از مردم میخواد انتقام بگیره، زرچش بگیره از مردم، بخواد اینکه دیگه دست به اعتراض و مبارزه نزنن، از این حرفا که خودمون میدونیم. ولی خب خوشبختانه این خبر که با یک واکنش زیاد روبرو شد، در سطح جان مردم حمایت کردن، طوفان توییتری رو افتاد، کشتیگیرهای مختلفی در سطح جان حمایت کردن، هنرمندان و افراد مشهور و شناخته شده از نوید و برادرشون حمایت کردن و خانه لغو و حکم اعدام نوید و دیگر احکام سنگین زندان علیه اینا شدن و بعدش هم این اعترافات پخش کرد. اعترافات چرا پخش کرد؟ از چیز؟ از تلویزیون جمهوری اسلامی در برنامه خبری شبکه 2 برنامه 23، چون که بالاخره دیدن که بازتاب جهانی پیدا کرد، مورد حمایت قرار گرفته و خودشون زیر فشار قرار دیدن و اومدن که چیکار بکنن؟ یه طوری توجیه بکنن که بگن ما حق داریم که اینا رو محکوم به این احکام شدید زندان کنیم. خب اولا خب یه نفر شکنجه کردید و پای تلویزیون که جلوی دوربین که مازیار ابراهیمی یه فیلمی رو تهیه کرده و گفته بود که بابا من یه فیلم مازیار ابراهیم کسی که تو پرونده های هسته‌ای علکی بهش جرم دخالت بهش بسته بودن و مجرم قلمداد کرده بودن که بعد آزادش کردن، گفتن بابا این اصلا مجرم نبوده. ایشون گفت که اینا رو من یاد اون پرونده ساختگی خودم انداخته اینا و کلی دروغ بار کردن. اینقدر دروغ تو این پرونده است و سرسری درستش کردن به خاطر اینکه واکنش به این اعتراضات باشه که کلی دروغ و تناقض و اینا هست که من در یک ویدیو جداگانه دیگه به این تناقضات اشاره کردم و الان مردم کم کم کلی حرف دارن میزنن. این فیلم رو دستگاه گرفتن، دارم میخنده، یعنی خواهم میگم حتی این فیلمی که جمهوری اسلامی درست کرده به ضد خودش تبدیل شده. نکته آخر اینه که الان این برادرها رو قبل از حتی نمایش این فیلم بردن یه جایی تو بند عبرت یا بند امنیتی زندان عادل‌آباد شیراز و در حین انتقالشون ضرب و شتم و
اون رو ضرب شد قرار دادن که در این تماس تلفنی خیلی کوتاه نوید به مادرش میگه اون رو ضرب شد قرار گرفته. از قضا چند روز قبل از که این اعترافات رو پخش کنن به خاطر اینکه میترسیدن که واکنش اینا از تو زندان واکنش نشون بدن، ارتباطشون رو با دنیای خارج یه طورای قطع کردن و الان ما در اعتراضمون رو باید بیشتر بکنیم که اینا رو آزاد بکنیم. بله ممنونم حسن صالحی. برمیگردیم به هجر علیپور. هجر علیپور، به طوفان توییتری اشاره کردی و پوشیده نیست بر بینندگان و همراهان که اقدامات اینچنینی و حمایت‌های اینچنینی میتونه صدای اون زندانی و خانواده اون زندانی و کسی که پای چوب اعدام هست رو به گوش دنیا برسونه. چه برنامه‌ای هست برای این اقدام؟ لطفاً این رو توضیح بدید. بله راستش ابتدا خواستم فقط همین یه نکته دیگه رو سر صحبت حسن اشاره کنم. خب همه ما میدونیم که اعترافات اجباری که اصلا پوس و بی‌معنی است. کسی رو میارن جلوی تلویزیون قبل از با شکنجه، تهدید علیه خانواده، تهدید خودش در زندان، میارن جلوی دوربین صحبت بکنه، اصلا این کاملا پوچ و بی‌معنی و بی‌ارزش است. اصلا مستند های سوخته هست که جمهوری اسلامی گندش در اومده، همه اومدن در زمانی که همین آقای ابراهیمی و خیلی ها دیگه، همه این چیز از نظر قوانین بین المللی در کل دنیا محکوم شناخته شده است و کاملا بی‌ارزش و هیچ سندیتی نداره، کاملا بی‌اعتبار است. این در این مورد. در مورد هوشمند، خب به هر صورت حکم اعدام هوشمند به اتهام بغی 16 سال هم به اتهام عضویت و شرکت در حزب مخالف، یعنی حزب مخالف جمهوری اسلامی در واقع، و فعالیت سیاسی و تبلیغ بنفع این حزب و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی 16 سال حبس هم در پروندهش ثبت شده است. در زمانی که هوشمند دستگیر شده بود، اینو دوباره تاکید میکنیم، چون هم رو پروندهش ثبت شده در اعتراض وکیل در پروندهش، پرونده‌ای که ما تا امروز هیچ چیزی از جزئیاتش نمیدونیم، وکیلش را، وکیل قبلیش را، آقای ساکنی دوبار گرفتند. خب در ارتباط اتهاماتی که خود رژیم به جمهوری اسلامی به آقای ساکنی داده بوده که اینکه افشای اسناد محرمانه در ارتباط با زندانی سیاسی و مشخصا معلوم نیست که در ارتباط با، ولی فشار و تهدیداتی که از قبل در مورد کیسه هوشمند بود علیه وکیلش، علیه خود هوشمند، علیه خانواده که برایش کمپین را انداختن، و کلا وضعیتی فشار روحی و تهدیداتی برای هوشمند و کل خانواده وارد کرده بودند. هوشمند در زریان درگیری در همه اظهارات و طبق همون اولی ملاقاتی که با حضور خانواده بوده، اصلا در هیچ نوع درگیری نبودند. بدون قبل از درگیری و بدون استفاده از هر نوع سلاحی که حالا قبلا در زهایی که بالاخره فعالین سیاسی حالا از کردستان، فعالین سیاسی کرد را که در این گروه های چیز شرکت دارن و فعالیت سیاسی اینها انجام میدن، به تجزیه طلب و اینها چیز میکنن، اینها الان مسئله که مهم است و اصل و اساسه جان یک انسان در مهمه که اینجا در خطر است، وزیر حکم اعدام قرار دارد. هر کسی که صدای مخالف با اعدام هست، مخالف اعدام است و از انسانیت و آزادی خواهی دفاع می کند، این مسئله را باید خارق از هر چیزی در نظر بگیره. و اما در مورد طوفان توییتری، تا به امروز فقط یک بار برای هوشمند این کار رو انجام دادیم، اما با توجه به فشارهای گسترده ای که در توییتر و اینها علیه مقامات حکومتی، رو به مقامات دولت ها، پارلمان اروپا و سازمان های حفظ بین المللی و دیگر نهادهای حقوق بشری در زریان بوده، و این بالاخره یک کار موفقی هست برای فشار آوردن و احمال فشار علیه جنایت جمهوری اسلامی و افشاگری و متوقف کردن احکام اعدام. طوفان توییتری برای هوشمند در واقع روز 14 خواهد بود، اما حملا زمان و تاریخ و هشتگ، یک هشتگ به اسم سیف هوشمند علیپور را ما به کار خواهیم گرفت. زمانش تقریبا در سوشیال میدیا و کمپین هوشمند و غیره پخش میشیم که امیدواریم همه مردم، همه آزادی خواهان، همه مخالفین جمهوری اسلامی، همه مخالفین اعدام از هر طیف و گروهی دسته ای به این طوفان بپیوندن، برای همان کاری که برای همه چند زندانی قبلی که محکوم به اعدام بود و جمهوری اسلامی را وادار که احکام اعدام را متوقف کنه و به عقب برانه تا امروز،
همین کار رو برای هوشمند انجام بدهیم و خواهان لغو فوری حکم اعدام هوشمند و همه محکومین به اعدام شویم. این کاری است که ما می توانیم انجام دهیم، یک کار و فشار اساسی روی جمهوری اسلامی ایجاد کنیم و دست در دست هم برای آزادی همه محکومین به اعدام، زندانیان سیاسی و همه عزیزانی که در بند و چنگال جمهوری اسلامی هستند. بله ممنونم حشر علی پور. حسن صالحی، در مورد نوید افکاری صحبت کردید و الان وقتی نیستش که کسی ندونه در مورد نوید افکاری، نشنیده باشه. در به هر حال شبکه‌های اجتماعی و در دنیای واقعی. اما جدای از تمام این مواردی که گفته شد و شما اشاره کردید، ایراداتی که در پرونده هست و اعترافاتی که اتفاق افتاده و پخش شده، یک سوالی که برای بسیاری از مردم الان به وجود اومده اینه که جمهوری اسلامی آیا نمیدونه که دوران این اعترافات اجباری تموم شده و کسی باور نمیکنه؟ مطمئنن میدونه، اما به یک دلیل این کار رو میکنه. شما میتونید به اون دلیل اشاره کنید که با علم به این که مردم میدونن این دوران این اعترافات اجباری گذشته، نخنما شده این روش ها، اما چرا باز هی مدام به این روش متوسل میشه و هر بار از چند نفر اعتراف میگیره، حتی اعتراف رو نگه میداره به وقتش نشون بدن؟ دلیل این کار جمهوری اسلامی چیه؟ و البته این رو هم بگم که وقت زیادی نداریم و این سوال آخر بود. خب ببینید، دلیل شما از خود جمهوری اسلامی پرسید به یک معنا. همونطور که شما گفته اینا اعتباری نداره، مردم فقط جوابش هم دادن تو خیابان، گفتن مثلا مستند و از این اعترافات دیگه اثر نداره روی ما. خب جمهوری اسلامی خودش از تک و تا نمیندازه، به خاطر اینکه توجیه بکنه رفتار ضد انسانیشو این کار انجام میده. فراموش نکنید که این اعترافات در زمانی هم پخش شد که سازمان عفو بین‌الملل یه گزارش خیلی خیلی تکان دهنده داده بود در مورد آزار و اذیت دستگیر شدگان خیزش آبان ماه 98 که اسمش از ویرانگر انسانیت، که لحن خیلی تندی داره و صحنه‌ها و توصیفات فاجعه‌آمیز از اون جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده. و به این معنا جمهوری اسلامی خودشو به شدت امروز راستش تحت فشار میبینه و از طرف دیگه تو دنیای واقعی و مجازی همونطور که گفتی اعتراضات وسیعی هست. شما اگر دقت بکنید اینقدر اعتراض علیه اعدام در مقایسه با سالهای پیش اینقدر نبوده، شاید این سالها خیلی وسیع. سنگ مناش هم بخصوص تو شبکه‌های اینترنتی با اعتراض علیه معترضین اعدام معترضین آبان شروع شد، سعید تمجیدی و اون دو نفر دیگه که مثلا سونامی توییتری بود من اسمشو گذاشتم و در صد قرار گرفت توییتایی که در حمایت از اونا زدن. و از اونجایی که جمهوری اسلامی خودشو به شدت تحت فشار میدونه و این گزارش اخیر عفو بین‌الملل هم صادر کرد، بنابراین دست به این تقلاها میذاره به خاطر اینکه رفتار ضد انسانی خودشو توجیه بکنه. ولی از نظر ما همونطور که دوستمون هم گفتن اینا محکومه و از تشابهش هم با کیس هوشمند علیپور همینه که هر دوتا رو مجبور کردن زیر شکنجه اعترافاتی علیه خودشون بکنن که حتی بنا به قوانین خودشون اینها حتی درست نیست. حسن یونسی میگه که اعترافاتی که وکیل نویده میگه اعتراف حتی طبق قانون خودشون هم همچه اعترافاتی که علیه یک متهمی به کار گرفته میشه اعتبار نداره و نباید به عنوان سند دلیل عدله در پرونده او به کار برده بشه. کار ما اینه که این ترس و نگرانی جمهوری اسلامی رو هرچی بیشتر بکنیم به طوری که دست از ارعاب و سرکوب ورداره و همه یه تحت فشارش قرار بدیم که همه یه زندانیان سیاسی عقیدتی رو آزاد بکنه و شکنجه و اعترافات اجباری رو پایان بده. بله ممنونم حسن صالحی، تشکر میکنم از شما حسن صالحی و همچنین از حجر علیپور. ممنون که با ما همراه بودید در این برنامه. خیلی ممنون، منم تشکر از شما و همکاران شما. خواهش میکنم. بینندگان تلویزیون کانال جدید و برنامه نو اعدام، ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، روز روزگار خوش.
تاثیری نمیذاریم بکشن امسا.